با سلام، من جلیل جلیلی هستم. با همکاری نگار نادری در اتاق فرمان برنامه پاسخ این هفته را تقدیم حضورتون میکنیم. تشدید تنش‌های جنگی و موقعیت جمهوری اسلامی عنوان برنامه پاسخ این هفته هستش. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، تنش جنگی بین جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش با اسرائیل بالا گرفته است. همه جا صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در تهران دست به انتقام‌جویی خواهد زد، دست به عمل متقابل خواهد زد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول میگه که من عکس‌العمل نشان خواهم داد، انتقام خواهم گرفت، ادب خواهم گرفت جمهوری اسرائیل و از این حرفا. از سوی دیگر دولت‌های منطقه و دولت‌های غربی در تلاش دیپلماتیک هستند که جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا نکنه و به منطقه سرایت نکنه، یعنی جنگ منطقه‌ای نشه. میخوام ببینیم که تو این وضعیت فضای جنگی که شروع شده چه تأثیری بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در خود ایران خواهد داشت. تو این مورد با همه تقوایی به گفتگو میشینیم. اینم که به خاطر نشان کنم که این برنامه روز سه‌شنبه ضبط میشه. ممکنه تو این دو روز تحولات تازه اتفاق بیفته که این برنامه احتمالا نتونه اونها را تحت پوشش قرار بده. همین تقوایی، اولین سوالم شما از شما اینطور مطرح میکنم که در این گفتگو در مورد تنش‌های جمهوری اسلامی با اسرائیل داریم صحبت میکنیم. به نظر شما تا همینجا ترور اسماعیل هنیه در تهران چه تأثیراتی در موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در خود ایران داشته است؟ بفرمایید. خب روشنه که این ترور فقط حمله به حماس یا رهبر سیاسی حماس نبود، بلکه حمله به اعتبار و موقعیت جمهوری اسلامی هم بود. این جنگ از این نظر، این فضا، این شرایطی که به وجود اومده کاملا حیثیتیه برای جمهوری اسلامی. خب جمهوری اسلامی اعتبار و احترام در میان مردم و یا مردم دنیا حتی نداشت که از دست بده، ولی در میان نیروهای نیابتی و نیروهای اسلامی در منطقه خب میخواست یک محور و یک قدرت این جنبش اسلامی محسوب بشه و این نقش رو ایفا کنه یا این موقعیت رو برای خودش میخواست حفظ کنه که من در واقع در پشت این نیروهایی که دارن با اسرائیل میجنگن، من حامی اونها هستم، من در برابر اسرائیل نیروی اصلی هستم و رهبر کلا جنبش اسلامی سیاسی هستم. این تصویری بود که از خودش میخواست به دست بده. این ترور هنیه اونم در تهران وقتی به عنوان مهمان جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهورش حضور داره، ترور او در این شرایط کاملا بی‌حیثیت میکنه، بی اعتبار میکنه جمهوری اسلامی رو در میان نیروهای اسلامی در منطقه و از این نظر بسیار مهمه برای حکومت که به نحوی اینو جبران کنه، به نحوی به این پاسخ بده. در گفتمانهاشون هم هست، همه همین رو میدونند که داستان از این قرار هست. بنابراین مسئله این بار مسئله فرض کنید با ترور قاسم سلیمانی یا حمله به سفارت جمهوری اسلامی در سوریه که اونم منجر به تنش‌های نظامی و یه درگیری‌های منطقه‌ای شد، متفاوته از این نظر که برای جمهوری اسلامی به نظر استراتژیک‌تر و مهمتر جوابگویی به این مسئله. از این نقطه نظر می‌دونیم که تضعیف جمهوری اسلامی در موقعیت منطقه‌ایش مستقیما بر شرایطش در خود ایران هم تأثیر می‌گذاره. همین الان تا همینجا مردم انواع جوک ها و طنز ها رو علیه جمهوری اسلامی دارن به کار میگیرن، در فضای مدیای اجتماعی، در فضای واقعی، در گفتمان ها و بیانیه ها، همه جا صحبت از اینه که اسرائیل تا مغز و استخوان در این رژیم نفوذ کرده و این رژیم هم هیچ کنترلی روش نداره. قبلا هم این اولین بار نیست که اسرائیل در ایران ترور میکنه، قبلا هم این اتفاقات افتاد، ولی همونطوری گفتم این بار مسئله خیلی مهمتر از دفعات پیشه و جمهوری اسلامی در تلاشه که به نحوی پاسخی به این قضیه بده. خب بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، همونطور که گفتیم که فضای جنگی شروع شده،
میخوام ببینم که اگه جنگ شروع بشه، آغاز این جنگ، جنگ شروع بشه، چه تأثیری در منطقه خواهد داشت؟ آیا گسترش میتونه داشته باشه و تأثیرات اون بر رابطه جمهوری اسلامی با جهان و خود جمهوری اسلامی موقعیتش چی خواهد شد؟ نکته اول این است که به نظر من یک جنگ به معنی یک جنگ تمام عیار دراز مدت و مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بسیار بعیده، احتمالش خیلی ضعیفه. تا به حال ما نمونایی که اشاره کردم همه جا با یک برخورد مقطعی تاکتیکی گذرا روبرو بودیم، باید درگیری نظامی روبرو بودیم تا با یک جنگ. به نظر نه دولت اسرائیل میخواد این به یک جنگ تمام عیار مستقیم با جمهوری اسلامی دست بزنه و نه جمهوری اسلامی میدونه که توانشو داره که این کارو بکنه و به نفعشه که این کارو بکنه. بنابراین احتمال اینکه یک جنگ دراز مدتی شکل بگیره بسیار ضعیفه. دول غربی هم همینطور، اروپا، آمریکا و حتی از متحدین جمهوری اسلامی خود چین هم از مخالفت کرده و به اصطلاح توصیه کرده که از درگیری نظامی دراز مدت یا جنگ به این معنایی که کلاسیک کلمه جنگ بین دو دولت از این خودداری بشه. اون تلاشات دیپلماتیکی شروع شده برای اینکه جلوی این گرفته بشه. از این نقطه نظر به نظر من احتمال یک جنگ دراز مدت، یک جنگ تمام عیار تقریبا منتفیه، بسیار ضعیفه. مسئله‌ای که وجود داره نیروهای نیابتی است، جنگی به وسیله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه دولت اسرائیل که در این مورد هم می‌بینیم حماس که فعلاً درگیره و در واقع در این درگیری حماس و اسرائیل که الان نزدیک یک سال ادامه داره، این مردم غزه هستن که قربانی اصلی هستن و این همچنان این کشتار و جنایت ادامه داره. حزب الله هم موقعیتی داره در لبنان که هر نوع تشدید درگیری حزب الله با اسرائیل به یک جنگی در خود لبنان منجر خواهد شد و این هم از نظر مردم لبنان، دولت لبنان، از نظر دولت‌های منطقه کلا پذیرفتنی نیست و بحران رو به یک سطحی میبره که اون هم به نظران حزب الله خواهان اون نیست. به این ترتیب اگر اتفاقی بیفته ممکن از جانب نیروهای نیابتی باشه یا از جانب مستقیم از خود جمهوری اسلامی مثل موشک پراکنیش در پاسخ به حمله به سفارش در سوریه که با موشک پراکنی که اکثرش هم به اسرائیل نرسید با اون خط شد قضیه، به اونجا منجر شد و این رو جمهوری اسلامی به حساب پاسخ به اسرائیل گذاشت. این بار هم ممکنه شاهد موشک پراکنی های مستقیم از جمهوری اسلامی باشیم. این بار حتی ممکنه حزب الله و نیروهای دیگه هم، حوثی ها و غیره، اونها هم به این حرکت بپیوندن، ولی به نظر من ادامه دار نخواهد بود. با یکی دو پاسخ طرفین قضیه به فرجام خواهد رسید و من فکر نمی کنم ما شاهد یه جنگ دراز مدت باشیم. خب ممکنه موشک پراکنی ها تو این شرایط که گفتیم شرایط فرق داره با زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن، الان ممکنه این موشک پراکنی ها یا برخوردهای مقطعی که میگن ممکنه که تشدید پیدا بکنه و موجب گسترش یه سری اقدامات زنجیری بشه. آیا به نظر شما اینجور میتونه بشه؟ بله این امکان هست، این هم یکی از خطرات این شرایط هست. این امکان هست که اسرائیل هم دست به پاسخ بزنه و این ادامه پیدا کنه و همطور که گفتم این بار قضیه برای جمهوری اسلامی به خصوص مهمتر از دفعات پیشه و نفس همین البته کاملا تأثیرات منفی داره در بر جنبش انقلابی مردم ایران. و این را بگم به نظر یک هدف حکومت از دامن زدن به این فضای جنگی و رجزخانی ها علیه اسرائیل این هست که اذهان رو منحرف کنه، صورت مسئله رو تغییر بده. صورت مسئله واقعی در واقع جنگ مردم ایران هست علیه جمهوری اسلامی برای سرنگون کردن این حکومت که دو سال الان ادامه داره و یک جنبش عظیمی در ایران در حرکت با شعار زن زندگی آزادی و با پرچم سرنگونی حکومت. جمهوری اسلامی به هر کاری دست میزنه برای اینکه این جنبش رو عقب برونه، صورت مسئله‌اش رو عوض کنه، توجه اذهان عمومی دنیا و مردم منطقه و خود ایران رو منحرف کنه و در پناه اون به سرکوب و اعدام‌ها و درگیری مستقیم با خود مردم ایران ادامه بده و اون رو تشدید کنه. این حتی اگر درگیری‌های نظامی با اسرائیل
مقطعی باشه، کنترل شده باشه و حتی زنجیره‌ای هم اتفاق بیفته، هدف و به اصطلاح اون نقشی که جمهوری اسلامی میخواد ایفا کنه در این تنش جنگی مقابله با مردم ایران هست. به نظر داستان اساسا اینجاست و از این نقطه نظر باید با تمام توان تلاش کرد که حتی جلوی گسترش این فضای جنگی و تنش‌ها رو گرفت. این دور تسلسل میتونه در خدمت جمهوری اسلامی برای تقویت موقعیت خودش به کار بره و این باز به عهده اعتراضات و مبارزات در خود ایران هست که جلوی این تلاش‌های جمهوری اسلامی رو بگیریم و اون رو خونسا کنیم. خب تو این شرایط دولت‌های غربی از خویشتنداری و کاهش تنش‌های جنگی دارن صحبت می‌کنن و یه سری فعالیت‌های دیپلماتیک هم شروع کردن تو این رابطه. به نظر شما این تلاش‌ها هم می‌تونه موثر باشه و از جلوی گسترش جنگی را بگیره؟ به نظر این تلاش‌ها دفعه قبل هم این رو داشتیم. این تلاش‌ها وقتی می‌تونه به اصطلاح فردوسی در خود موثر باشه و بگن موفق شدیم که راهی به جمهوری اسلامی نشون بدن برای اینکه در واقع صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داره بدون اینکه به تنش دراز مدت و جنگ تمام عیاری تبدیل بشه. یک همچین فرمولی میخوان پیدا کنن به نظر من. دفعه پیش هم که با موشک پراکنی جمهوری اسلامی خواست جواب بده به حمله اسرائیل به سفارتخونه‌اش، تا حد زیادی دولت‌های غربی خبر داشتن، خودشون آماده کرده بودن، به همین خاطر هم تونستن جلوی موشک‌ها رو بخش وسیع از اونا رو بگیرن که اصلا به خاک اسرائیل نرسه. این بار هم یک همچین تمهیداتی به دنبالش هستن. البته در فضای عمومی و علنی که این رو اعلام نمی کنن. علنا میگن از تنش جلوگیری کنید. مثلا دولت آمریکا به جمهوری اسلامی یک نوع هشدار داده که این جنگ با اسرائیل به نفع خود این حکومت نیست. نیروهای منطقه هم دارن اینو میگن. در ضمن محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه میگن خب همین کافیه و دیگه لازم نیست این تنش گسترش پیدا کنه. اینها مواضعی که میگن و تو سطح دیپلماتیک همیشه بالاخره یک ظاهری داره قضایا و یک اتفاقات و توافقات و پشت پرده. مثلا پشت پرده تلاش میکنن که به نحوی راهی به جلوی جمهوری اسلامی بذارن که در عین اینکه به نحوی به اصطلاح جبران کنه این ضربه رو و اعتماد و آبروی خودش رو به نفعی احیا کنه و در میان نیروهای نیابتیش بتونه بگه من دستاوردی داشتم، در این حال از ادامه و گسترش جنگ جلوگیری بشه. این تلاشی که اینها دارن میکنن و به نظرن به زودی جواب جمهوری اسلامی به این قضیه نشون خواهد داد که چقدر این تلاش ها موفق بوده یا نبوده. خب همین تقوی دولت اسرائیل چه هدفی از این مسئله دارد؟ چرا اگه گسترش تنش‌های جنگی آیا به نظر شما به نفع دولت نتانیاهو تمام نمیشه؟ بله، دولت نتانیاهو دولتی است که بارها اعلام کرده که به این جنگ ادامه میده تا وقتی که حماس رو کاملا نابود کنه، که تا حالا معنیش نابودی مردم نوار غزه بوده. یک نسل‌کشی و یک کشتار تمام عیار اسرائیل دست زده و این حرکاتش مثل ترور سران حماس و غیره هم در واقع جزی از این نقشه عمومی هست که میخوام حماس رو نابود کنم. اونتا همه هم دارن به این اشاره میکنن، اینکه تهران انتخاب میشه، مثلا اسماعیل هنیه رو در خود قطر نمیزنن یا در جای دیگه ترور نمیکنن، در تهران اتفاق میفته. این در عین حال ضربه نشان دادن ضربه شستی به جمهوری اسلامی هم هست. این هدفی است که نتانیاهو دنبال میکنه، ولی او هم میدونه دولت اسرائیل کلن این سیاست رو نداره که الان جبهه جدیدی باز کنه با جمهوری اسلامی، حتی با حزب الله یک جنگ گسترده و با حزب الله شروع کنه. اون میخواد تمرکزش بر نوار غزه و مواجهه با حماس باشه. در جنوب لبنان هم موشک پراکنی میشه از طرفین، این ادامه داشته در ده ماه گذشته، همچنان ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی دولت اسرائیل میخواد در همین صد قضیه رو محدود نگه داره. به خصوص نمیخواد پای جمهوری اسلامی مستقیما به جنگ کشیده بشه و این رو هم میدونه که جمهوری اسلامی این توان رو نداره، ولی در محاسبات خود جمهوری اسلامی هم این نیست که وارد جنگ مستقیم به اسرائیل بشه و میخواد روی این حساب میکنه و دست به این نوع حرکت ها میزنه. در هر حال
این فضای جنگی اساسش این جنگ نسل‌کشیه که در غزه داره اسرائیل به پیش میبره و دولت نتانیاهو مصره که این رو ادامه بده علی‌رغم همه تلاش‌های بین‌المللی که حتی متحدین خودش دولت آمریکا اروپا بارها گفتن آتش بس باید بدید، گروگان‌ها باید آزاد بشن و غیره. همچین تلاش‌هایی هم در کار بود که زدن اسماعیل هنیه ترور او این تلاش‌ها رو متوقف کرد. خب دولت نتانیاهو یه دولت جنگیه که استراتژیش ادامه این جنگ هست تا بالاخره حماس رو بتونه جارو کنه از منطقه، و این به نظر من یک باطلاقیه که دولت اسرائیل درش گرفتار شده. و تا وقتی این کابینه نتانیاهو سر کار هست فقط با دامن زدن به این جنگ با حماس در نوار غزه میتونن به موجودیت خودشون ادامه بدن. این هم توجه کنیم که در خود اسرائیل اعتراضات زیادی هست، انتقادات زیادی هست، نیروهای مختلف حکومتی، احزاب سابقه حکومتی و خود مردم اسرائیل خواهان توقف این جنگ هستن و مجموع اینا باعث شده که دولت نتانیاهو به این ماجراجویی دست بزنه برای اینکه سیاست خودش رو به پیش ببره. خب اگر برگردیم دوباره به جامعه ایران، شما اشاره کردین که هدف اصلی جمهوری اسلامی مقابله با مردم ایران هستش و میخوام ببینم که تأثیر این شرایط فضای جنگی در خود جامعه ایران چی هستش و چه تأثیر مخربی شما اشاره کردین به جنبش عظیمی که علیه جمهوری اسلامی را افتاده خواهد داشت، و برای خونسا کردن این تأثیر مخرب این فضای جنگی چه کارهایی میشه کرد، چه اقداماتی میشه کرد یا چه اقداماتی باید کرد؟ بله، همونی که گفتم دوباره اینجا باید تاکید کنم که نفس این تنش، نفس این که همه الان دارن از خبرگزاری دنیا بگید تا دولت‌ها تا در خود فضای سیاسی ایران از احتمال حمله نظامی اسرائیل، جنگ، عملیات‌های متقابل، همین زنجیره ترور و حمله متقابل بین این نیروها صحبت می‌کنن، نفس این به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه، به خاطری که به این ترتیب فضای سیاسی ایران رو میخواد تحت شعاع قرار بده، تحت شعاع یک فضای جنگی، و در واقع اون جنگ واقعی که در جریان هست، جنگ مردم ایران علیه حکومت، اون رو به حاشیه برونه و تبدیلش کنه به گفتمان اینکه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد. تا اونجایی که به مردم ایران مربوط میشه، مردم ایران دیگه چنین ترفندهایی رو مدت هاست خونسا کردن. مردم اینا تحت تاثیر این قرار نمیگیرن که بله الان جنگی هست، بهتره بنابراین اعتراضات و مبارزات خودمون رو متوقف کنیم تا ببینیم این جنگ با اسرائیل به کجا میانجامه. اعلام کردن که این جنگ ما نیست، اعلام کردن که این جمهوری اسلامی باید بره. میدونن که مایه این تنش تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این وضعیت هم هست. در رابطه با آمریکا یه موقع این صحبت بود، صحبت حمله نظامی آمریکا بود، الان در رابطه با اسرائیل بحث است. مثلا جمهوری اسلامی از این راه ارتزاق میکنه، از این راه موجودیت خودش رو به عنوان به اصطلاح یک دشمن شیطان بزرگ و به عنوان یک نیروی اصلی جنبش اسلامی سیاسی علیه غرب و غیره میخواد موقعیت خودش رو به این عنوان تحکیم کنه. این در خود ایران در میان مردم ایران خریداری نداره، مدت‌هاست دست حکومت رو شده و مردم بارها اعلام کردن که دشمن ما همینجاست، ما علیه جمهوری اسلامی میجنگیم. این بار هم به نظر من تا اونجایی که به چواد کردن مردود میشه، راه خونسا کردن این سیاست این هست که مردم بر مبارزات خودشون، خواستای انقلابی و بر حق خودشون، اعتراضات خودشون این رو گسترش بدن و در برابر این فضای جنگی مبارزات خودشون رو دنبال کنن. جامعه به هیچ وجه نباید حتی منتظر بمونه، فکر کنه که خب ببینیم این به کجا میانجامه. با دفعه قبل هم اینطور نبود. درست یادآوری میکنم که در همون فردای روز حمله موشکی به اسرائیل بزرگترین تجمع بازنشستگان، تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران تشکیل شد که یکی از شعارها و خواستهاش هم ختم این فضای جنگی و این ماجراجویی‌های جنگی بود. این بار هم همینطور خود مسئله احتمال بالا گرفتن جنگ بین اسرائیل و حکومت الان تبدیل شده به یک ابزار و به یک مضمون طنز مردم، تمسخر مردم و تعرض مردم به حکومتی که با جنگ و با به هم تنش منطقه‌ای میخواد
خودش رو در قدرت حفظ کنه. مردم این رو میدونن و در نتیجه راهش این هست که مردم جنگ خودشون، مبارزه خودشون برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، گسترش بدن و بهترین پاسخ به نه تنها برای رهایی مردم ایران بلکه رهایی مردم منطقه از این ماجراجوی جنگی به نظر من به زیر کشیدن جمهوری اسلامی هست که اون هم وظیفه و هدف اصلی مردم ایران هست. با تشکر از شما همه تقوایی و با تشکر از نگار نادری در اتاق فرمان و با تشکر از شما بینندگان این برنامه، وقت برنامه امروز ما پاسخ اینجا به پایان میرسه و برای همه شما شبها و روزهای خوبی را آرزو میکنم. تا دیدار بعدی.